همراستی با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن دی سی. خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آقای قائدی، این موضوع کشته شدن سه گروگان به دست خود ارتش اسرائیل، اساسا فکر میکنید که چه تأثیری داشته باشه بالاخص بر روی خود دولت نتانیاهو؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم مؤثرترین جمله رو خود نتانیاهو گفتش که این اتفاق قلب ملت اسرائیل رو شکست و به اون شکلی که اینها با پارچه‌های سفید اومده بودن بیرون برای اینکه نشون بدن که خودی هستن یا به اصطلاح برای جنگ نیستن و شکل کشته شدنشون خیلی برای مردم اسرائیل دردناک بود. خانواده‌هاشون دارن اعتراض میکنن، علاوه بر خانواده‌ها یک بخشی از مردم در تل‌آویو و شهرهای دیگه در اعتراض اومدن جلو. اما نتانیاهو در این حال دو تا تاکتیک رو داره همزمان پیش میبره. تاکتیک اول اینه که اعلام کرده که مذاکره برای آزادسازی بقیه گروگان‌ها ادامه داره و بر اساس گزارش‌های ما شنیدیم که مقامات موساد با مقامات قطری در اروپا در حال مذاکره هستن. البته که من به این موضوع برمیگردم چون فکر میکنم شرایطی که حماس میذاره شرایط بسیار سختری. اما تاکتیک دوم همزمان ادامه جنگه که نتانیاهو در عین این فشاری که به جهت هم بین‌المللی هم داخلی باش مواجه، اما به خیلی مشخص و صراحتا گفته که جنگ با قدرت ادامه خواهد داشت. در مورد ادامه جنگ ما البته میبینیم که نرخ کشته ها نسبت به ماه اول جنگ پایین اومده. یعنی مثلا اگر در ماه اول چیزی حلوش 15 تا 16 هزار نفر کشته شدن، در این مدت نرخش پایین تر اومده و الان عدد کشته ها روی عددی چیزی حلوش 18700 نفر هست. اما من اگر بخوام برگردم به اون موضوع اول، اونم اینه که حماس اعلام کرد که در دور بعدی مذاکرات در خصوص گروگان ها چیز بیشتری از یک اسرائیلی در مقابل سه فلسطینی میخواد و چند موضوع مورد اختلاف بود. یک موضوع این بود که حماس ادعا میکرد که بخشی از زنانی که در اختیارش هستن اینا سربازان IDF هستن، اما اسرائیل میگفت که اینا از کنسرت دزدیده شدن و حماس بابت سرباز بودن اینها یک نرخ متفاوتی رو طلب میکرد. اما به غیر از اون مردان و سربازان هستن که در اختیار حماس هستن و خیلی بعید نیست که حماس برای اینها هم توقف جنگ و هم آزادی تمام زندانیان فلسطینی رو بخواد که یه چیزی هلوش 8000 زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل هستن. و این یک موضوع، یک پیچیدگی دیگه هم داره، اونم اینه که حماس داره تلاش میکنه که توجه شهروندان در کرانه باختری و شهروندان عرب اسرائیل رو هم جلب کنه، به خاطر اینکه بخش از زندانیانی که حماس خواستار آزادیشون هست در واقع شهروندان عرب اسرائیلی هستن. اما آقای قائدی، اگر فرض رو بر این بگیریم که حالا حماس هم بتونه مبادله کنه این زندانیان رو، این گروگان ها رو با زندانیانی که در اختیار اسرائیل داره، اساساً چه هدفی برای این جنگ داشت و با این کار به هدفش میرسه و واقعا میارزید به این همه هزینه؟ خب حماس اولا که درد و رنج مردم غزه یا به شکل کلی مردم فلسطین به نظر من براش اهمیتی نداره. هر کشتاری که میشه در واقع این در راستای هدف حماسه، چون تصویر بین المللی اسرائیل رو مخدوشتر میکنه، فشار روی اسرائیل بالا میاره و راهکار دو دولتی که حماس در به اصطلاح اون اسناد اصلی که داره رد کرده، گفته که از رود تا به اصطلاح دریا، اما در دو موقعیت حماس اینا رو تایید کرده. یک در موقعیت در سال 2006 که با وساطت عربستان رهبران حماس و فتح نشستن توافق کردن که قطعنامه برگشت به مرزهای بین‌المللی قبل از 1967 مورد تایید رهبران هر دو گروه هست، یکی دیگه هم در یک سنه در 2017. اما این موضوع دو دولتی مدتی بود که بسیار راکت مونده بود. با این حمله اولا که تصویر اسرائیل مخدوش شد در فضای بین المللی، دوما که بحث دو دولتی دوباره به اصطلاح روی میز قرار گرفت، و سومی که هزینه سنگینی به جهت اقتصادی به اسرائیل تحمیل شد. روزانه بیش از 250 میلیون دلار هزینه این جنگه و خب همه اینا به نظرم جوری بود که به نفع حماس هست.
و خیلی اون هدف اسرائیل هم که نابودی حماس هدفی نیست که قابل محقق شدن باشه، به خاطر اینکه بر اساس خود منابع اسرائیلی حماس یه چیزی بین 22 تا 30 هزار جنگجو داره. در این حملات خود اسرائیلی‌ها اعلام کردن که چیزی هولوش 8000 حماسی کشته شدن. بخش بعدی جنگ در جنوب اسرائیل، در جنوب غزه است، بسیار سخت‌تره و بعیده که اسرائیل بتونه بقیه رو بکشه. مضاف بر اینکه یک بخشی از اینها من معتقد هستم که از طریق تونل‌هایی به مصر رفتن، یعنی دسترسی بهشون اساساً ممکن نیست. با در نظر گرفتن این همه این شرایط، این جنگ چیزی بود که رنج بیشتر مردم غزه رو آورد، اما آسیب اساسی به حماس وارد نکرد. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل.